گزارشات زدنقیز از فرار داوود سلطانزوی از افغانستان. وجود روح شکست پذیر دکتر عبدالله در کانتکست سیاست و معامله سال. نوشته نصیر فیاض. بازداشت یک عضو مجلس نمایندگان به اتهام قاچاق 200 هزار یورو. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. بازداشت یک عضو مجلس نمایندگان به اتهام قاچاق 200 هزار یورو. عبدالحمید شریفی، نماینده مردم بلخ و رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نمایندگان، به اتهام قاچاق 200 هزار یورو در میدان هوایی آمده کرزی در کابل دستگیر شده است. وزارت امور داخله افغانستان نیز این خبر را تایید کرده است. در همین حال وجمه فرخاری روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: خبر عاجل قابل توجه شهروندان عزیز. یک منبع از نزدیکان داوود سلطانزوی به صفحه ما میگوید که سلطانزوی قرار است امشب از افغانستان فرار کند. هرچی عاجلتر مانع سفر سلطانزوی در میدان هوایی شوید. لطفاً این پست را عاجل شیر کنید تا به گوش کابلیان برسد. اما ساعت بعد وجمه فرخاری روی صفحه فیسبوکش نگاشت: داوود سلطانزوی، شاروال کابل، موضوع فرار از افغانستان را رد کرده است. در همین حال بزرگان ناحیه 20 شهر کابل از شاروال سلطانزوی تقدیر کردند. به گزارش سپوتنیک، شاروال کابل روز دوشنبه در استانبول با نشر خبرنامه نوشته است: شاروال کابل مشکلات این ناحیه در بخش نبود سرکهای پخته و اساسی، آب روها و کانالها، ساخت و سازهای غیرقانونی و ده مشکل محیطی که از سوی ملاقات کنندگان پیشکش گردیده استعما نموده برای رفع مشکلات محیطی اهالی یاد شده و روی برنامه های رشد و توسعه شاروال کابل صحبت نمود. شاروال کابل ضمن اشاره به ساخت 30 کیلومتر جاده های تازه در سطح شهر در آینده نزدیک از سوی شاروال کابل در قسمت رفع مشکلات عمده و اساسی اهالی و عده سپرد. همچنان وی افزود که جهت کار ساخت سرک‌های ارتباط و شماری از سرک‌های مربوط ناحیه 20 در پلان و برنامه ریزی ما اولویت داده می شود، زیرا ناحیه 20 یکی از نواحی است که بر رشد آن در گذشته ها کمتر توجه شده است. در این دیدار بزرگان و محاسن سفیدان آن ناحیه روی هماهنگی مردم محل و حمایت از تطبیق برنامه های شاروالی کابل تعهد سپردند. آنان تاکید کردند که در رفع مشکلات محیطی همگام با شاروالی کابل آمادگی های هرچه لازم را نشان می دهند. در همین حال نصیر فیاض روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: وجود روح شکست پذیر دکتر عبدالله در کانتکست سیاست و معادله صلح. وقت امرالله صالح از یاران وفادار و روزهای بعد دکتر عبدالله و بدنبال آنتا محمد نور از نزدیکان شماره یک و راهشان را از عبدالله جدا کردن و به رقیب قدرتمند و یکتازش دکتر غنی پیوستن، تبصره های بیشمار و سوالات متعدد در میان مردم و وفاداران حزب جمعیت ایجاد شد. اما آنچه که در محافل خصوصی تر از همتیم های دیروز و رقبای امروز دکتر عبدالله زمزمه می شد، همان فقدان مدیریت و نبود جرأت سیاسی وی در اعمال تعهدات و برنامه های کلان او بود که هزینه اش را دیگران پرداختند و مزیت اش را دکتر عبدالله قربانی پذیرش تشریفات دولتی و اجازه حضور در سپیدار کرد. عبدالله سوگند های بیشماری را شکست و متحدین بیشماری را نیز از دست داد. متحدینی که در روزهای بعد رویارویی‌اش با حکومت در عقبش صف می کشیدند و احرام فشار می شدند. اما حالا وقت سیل از کامنت های مردم را پای نوشته های فیسبوکی یا تویتری دکتر عبدالله میخانی
به وضوح در میابی که عبدالله از سیاست مداری محبوب دیروز که یک چهره شکست خورده و واکنشی امروز عقب رفته است. عبدالله تا بیشتر از 3 ماه حتی نتواند شورای عالی مصالحه را شکل دهد و وقت این شورا را حلقه تصمیم ساز ارگ به نفع خودش شکل داد. باز هم دکتر عبدالله بر عنوان رئیس شورای عالی مصالحه بعد از درست سکوت در محدوده واکنش همیشگی رد قرار گرفت. آنچه که مدیریت سال از مجری شورای عالی مصالحه را می تواند با بنبست‌های متعدد رقم بزند، نقش دکتر عبدالله به عنوان سیاست مدار واکنشی است. زیرا بجای کنش برنامه ریزی شده صلح موجود وی به دنبال ملاقات های تشریفاتی گروپ های کوچک با نام ها و آدرس های مختلف در سپیدار است که همه روزه تصاویر آن از صفحه رسمی خودش در چارچوب البوم های فیسبوکی باستاب میابند تا کار پیگیر و برنامه ریزی شده در نهایی سازی اعضای شورای عالی مصالحه. با این وجود دکتر عبدالله باز هم در نقش مدافع نهایت ضعیف در برابر تهاجم رئیس جمهور غنی در اعلام لست اعضای شورای عالی مصالحه قرار گرفته و تلاش می کند با وساطت استاد سیاف که غالبا همسوی سیاسی رئیس جمهور غنی است و آمده که اعضای رئیس جمهور پیشین حمله ارگ را دفع نماید، در حالی که ارگ قبل از این با حملات متعدد صلاحیت های تصمیم ساز صلح را نیز از وی به خود منتقل کرده و وی را در جایگاه تسهیل کننده صلح قرار داده است. در نتیجه اگر جریان های سیاسی مخالف تشکیلات موجود شورای عالی مصالحه ارگ را تحت فشار انعطافی در اجرای کامل توافقنامه سیاسی ارگ و سپیدار قرار ندهند، سناریوی دنبالدار کنش و واکنش تیم رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله عیناً مثل زمان حکومت وحدت ملی تکرار شده و سال را هر دو رهبر شکست خورده به انحراف خواهند برد. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.